اینم از جوجه سیخی داخل تابه، اینم از صدر و گلی. جان چی؟ بفرمایید. مامان الان هیچ وقت همون متن نمیتونه حفظ کنه. حالتون چطوره؟ بوی بوی زوغ میکنه میخواد بره مد. اینم از جوجه کباب تابه. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشین. به یکی دیگه از ویدیوهای روزمرگی من خوش اومدین. ممنون بابت همراهیتون و پیامهای قشنگتون. امروز انقدر هوا خنکه، فوق‌العاده هوا خنک شده، انگار که پاییزه، یعنی در همون حد فکر کن همش بارون میاد، هوا خنک، بعد هوا ابری، اصلا انگار نه انگار که تابستون، یعنی دو سه روز هوا اینطوریه و خیلی هم عالیه دیگه، از اون گرما خبری نیستش دیگه. من آقا صدر رو حاضر کردم. صدی جونم کشنگم عزیزم، میخوام ببرمش مهد کودک. دیروز مهد کودک تعطیل بود، دیروز صبح بلند شد گفت من رو ببرم مهد کودک. بچه‌م رو حاضر کردم، وسیله‌هاشو برداشتم، همه جا رو اعلام کرده بودن تعطیله به خاطر نمیدونم اشعه است و نمیدونم چی بود. خلاصه زنگ زدم مهد، یه دفعه گفتم بزن ببرسم مهد کودک ببینم بازه یا نه. زنگ زدم مهد کودک، گفتش که ما بس تعطیل هستیم دیگه. خیلی دیگه ناراحت شد و بعد دیگه به خاطر همین از دور رفت خونه مامانم اینا، شبم رفته غروب هم رفته خونه خالش، خاله شادی، و تا آخر شب قشنگی کن خودش میدونه چی میگم، تا آخر شب حسابی خوش گذرونده اومده دیگه، حسابی خسته بود. منم پش آخه ببین پش اینجا جا قطعی پش آدمو بزنه، صبح باشیدم اینجا میخاریدم پشه اینجا مزده دیگه. الان منم برم حاضرشم سجا برم مهد، بعد برگشتنی چند تا خرید دارم، میخوام برم نم اگه آلبالوی خوب بود آلبالو بگیرم، دون کنم برای فریزر، گوره بگیرم دون کنم برای فریزر، بعدش برم ببینم بالاخره چی هست چی نیست و یه نهار خوشمزم ببینیم، تصمیم بگیرم چی باید درست کنم برای امروز. باشه کار نداری، بو نهار میای بابا سعید؟ با نهار میاد. بو چی درست کنم؟ باش حالا من نهار درست میکنم، رسیدی بیا. خداحافظ. بریم برم لباس بپوشم بیام بریم قربونت برم. ببین چقدر بیرون خنکه، وای چقدر خنک شده خدا، هوا ابری، ابرا اومدن تو آسمون. بارونم اومده دیشب. خب بذار من برم لباس بپوشم بیام بعد بریم. باشه سیدیم. او بوی بوی زوغ میکنه میخواد بره مهد کودک. دلت برای خانم مربی تنگ شده بود؟ خیلی؟ آخه کلاتو بذار من خورست بزنم تیسه والا بزن. ای دوستت اومد اسم دوستت چیه؟ چه تا گفت کردی؟
من خودم باز میکنم. اسم دوست چی بود؟ من نمیدونم. بریم بریم. رفتی خانم معلم رو بغل کن، بوس کن، باشی؟ خب صدرم گذاشتم مهد کودک رو، انقدر خانم مربی شده ذوق کرد چون چند روز رش بودیم، بعد نرفته بود مهد کودک، دیروزم که تعطیل بود حسابی حالش گرفته شده بود. سلام 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 سلام، خوبی؟ خوبی؟ شیشه ها رو بدیم پایین، باد خنک بهمون بخوری، یه ذره حال و هوامون عوض شد. خب این باد تمام موهای من رو به هم زد. راستی کلی به این پیام داده بودید، ببخشید من زیاد به دوربین نمیتونم نگاه کنم، دارم رانندگی میکنم، که صورتت رو دستکاری نکن. سلام، خوب هست؟ شما خوبی؟ خوب هست؟ صورتت خوبه؟ چرا این کار کردی؟ بابا من کاری که انجام دادم اصلا جنبه چیز نداشت که از گفتم گردن، هیچ مشخص تغییر صورتم ایجاد نشده، فقط یه حالت برای تقویت پوسته، یه جورای خشکی پوست، یه جورای رسیدگی به پوست در واقع همونم، وگرنه چربی و ژل و اینجور چیزا نیستش اصلا که بخواد تغییرات ایجاد بشه. یه سری تغییرات دوست داشتم یه کارای کوچولو انجام بدم که اونم وقتی پیامتون رو خوندم دیگه کلا نظرم عوض شد، دیگه تصمیم گرفتم همونا رو هم انجام ندم، انقدر که پیامای خوب برام فرستادین، انقدر گفتین نه دستکاری نکن، همینطوری تو خوبی، همینجوری خوبه، کلی لوسم کردین، کلی پیام دادین، خلاصه تصمیم گرفتم اصلا هیچ کاری انجام ندم. من رفتم خریدمو انجام دادم، یه سری خرید واسه خونه میخواستیم از فلفل و نمک و زردچوبه بگیر تا برو دیگه، متاسفانه ولی آلبالوی خوب پیدا نکردم، یعنی آلبالو بود ولی آلبالویی که مناسب باشه برای فریز کردن، که قشنگ سفت باشه، بشه هستش در آورد، آلبالو خمیر نشه، شل نشه، نبود، بیشتر مناسب شربت و مربا و اونجور چیزا بود، دیگه نگرفتم. یه زنگ زدم به همسایه خوبم، به مینا جان تو رشت، گفتم بازارچه اگه رفتی برای من نگاه کن، ببین اگر آلبالوی خوب اونجا بود دیگه من همونجا بیام اون بگیرم دیگه، الان قرار شد به هم خبر بده. یه صدرام قرار شد امروز یکم دیرتر برم دنبالش، مربیش گفت تو رو خدا امروز دیرتر بیا دنبالش که دخترم میخواد بیاد ببینتش، دلش براش تنگ شده، گفتم یه نیم ساعت دیرتر میام. بعدا دیشب که ما اومدیم رفتیم خونه شادی دیگه، مامانا رو بردم رسوندم خونهشون، سما باشون رفت خونه مامانم اینا، بعد به صدرا نگفتم، گفتم که میدونم، گفتم یه وقت بهانه میگیرم. بعد الان میخواستم بریم بهش میگم که ماما سما جان کو، گفتم سما جان خونه لالا کرده، بعد برگشته منش فهم کنین چی میگیم، که من خودم میدونم سما جان رفته خونه آنا. یعنی اینو که نگفت، یعنی من انقدر خندیدم، گفتم بچه چقدر بلایی. یه برم پایین و خریدار رو جابجا کنم، اینقدر هوا خنکی دلم نمیخواد برم تو خونه. سلام، حالتون چطوره؟ عادی بگیرم سلام، خوبیدم بشینه بوراها رو دون کنه. منم ظرفایی که دیشب ماشین یه سری اینقدر یه کوه ظرف بود، چرا؟ دیروز داشتم فیلم آموزش حلوای رولتی رو میگرفتم براتون برای کانال دوم، البته همش خورده شد و یه مقدار بردیم خونه شادی، یه مقدار دادم همسایه‌مون. بعدا ببینید این حلوا رولتی ها رو دیروز درست کردم، دیگه برای فیلم برداری ظرف من کلی کثیف میشه دیگه،
یه کلی زرفارو می‌خواستی؟ آره یالا بزن دیگه زرفارو یه سری رو قابلمه و اینا رو که من داخل ماشین هیچ وقت نمی‌ذارم. تاوار اینا رو همه رو با دست شستم، بقیه هم همه رو گذاشتم داخل ماشین. شسته دیگه الان گفتم من اینا رو جابجا کنم، سمام که قوله ها رو دون کنه. حالا میسپارم ادامه فیلمو به سما. همراه ما باشی. سما چی می‌خواستی بگی؟ گفتی موها. دوستان من به درخواست زیاد شما دیگه مامو دادم کنار تا تو بلادار شما راحت باشید. آخه اینقدر آره پیام داده بودین که به سما بگو چتریاشو بذار بلند بشه، چتریاشو یا کوتاه کنه. موهاش لخته، بعد چتریاشو که میزنه تا یه ذره بلند که میشه چون صافه میاد روی چشاش و خیلی هم اگه کوتاه میکنه بهش هم نمیاد. بعدا طاقت اینم نداره که بعضی موقعا میگه که بذار بلند شه، میذاره تا اینجا میرسه میگه دیگه بلند شه مثلا دیگه ببرم پشت ببنده. بعد تا اینجا که میرسه یه دفعه میگم زده، میگم سما چرا زدی؟ میگه نه مامان دیگه طاقت ندارم. آره طول میکشه تا بلند شه. خیلی یه دست به قیچیش خوبه سریع کوتاه میکنه، ولی این دفعه من برای زدم کلا کجو کنه. یه طرف بالا بود یه طرف پایین بود، دو شاخه شده. آخه تو رش بودیم، بعد اونجا قیچی خوب نداشتم، با قیچی خیاطی برسه. ولی من پیشنهاد میکنم میخواین موهاتون رو مثلا از پشت دوگیری کنی یا مثلا حتی چتریاتون رو بزنی یا ریش تراش بزنی، خیلی صاف در میاد. حالا دیگه جوری صاف میزنم آخه یک دست در میاد. لحظه که دوست داره اونا مامانا نسبت به ما خیلی دیرتر از خواب بلند میشن. بعد اونجا دیگه چون همه با هم مثلا میخوابن کسی از مثلا هیچ صداش نمیکنه، ولی اینجا من خب تقریبا صبح زودتر بلند میشم، وقتی دیگه بلند میشم تا ندارم برای بخوابن. از ساعت 9 و تا ساعت 8 از که مثلا بیدار بشم مامان هر نیم ساعت یا گروه سما بیدار شد. بعد چون صدا نمیرسه بالا اتاق سما بالای من از این پایین بگم سما بیدار شد. یه بار برای امتحان خواب مونده بودم، امتحان این نهایی بود مثل خورداد بود فکر کنم این امسال بود، من خواب مونده بودم تا یه جایی هم مثلا اونقدر نه، چون من که نیم ساعت زودتر سر امتحان مثلا میرسم مینشست. بعد مامان یکی دفعه به غیر از اینکه اصلا منو صدا کنه اومد از پا منو کشید بلند کرد. بدترین خاطره ای که دارم اسرائیل. آخه یه دفعه پا شدم من خودم هول شدم. آره من خودم هول شدم، یه دفعه دیدم که وای سما خواب مونده و خواب مونده اصلا رفتم سری باری سری بیداره که خوری شده و از پاکش ده حد بودم سما پاشه دیر شد بابا من این موردم فقط خاطر است دیگه اشکال نه. بعد از این فانتزی های مینی بلک درست کنیم بابا خیلی فان و خنده دار میشه. حالا من سما اکثر که تنها هستیم با هم کار انجام میدیم سما چیز میذارم گوش میکنیم من پادکست میذارم گوش میدیم.
الان نمیشه گذاشت چون کپی رایت میخوره نمیخوره. احتمالاً کپی رایت بخوره چون که خیلی خوب مثلا پادکستش معروفه. بعد مثلا آهنگم توش داره چون. آره تیکه تیکه هست. آره آهنگ داره. ولی خب بعضیش با هم قشنگه. خیلی. مثلا تو ماشین میریم راش سما میذاره با هم گوش میدیم یا همه یه کاری انجام میدیم یا کاری نداریم با هم میگه مثلا یه پادکست مثلا 30 دقیقه میذاریم مثلا کل ماشین مثلا در مورد داستانهای مختلف دیگه چای تازه در کردن میخوری؟ آره آره میرسم با هم ولی خب اسم پادکست ها مثلا یه دونه یاد بعضی نفرات یا مثلا من از یادتو نمیکاهم یا خیلی داستانه کوتاه قشنگ قرار بی‌توقف مثلا خب الان مامان داره برای موشه کارگر چای میزه چایش چون چای ایرانیه بخاطر این کم رنگه چایشو بیشتر ریختم کلا چای یکی از تفریحات سم خانم تمام شوخی ها در این ویدیو شوخی هست من جدی نیست ناراحت نشید اگر من مامان اذیت کنم نه با میدونن شوخیه ناراحت نمیشن سما از این خورمای بخور رفتم امروز دوباره گرفتم انقدر این خورما خوشمزه است بهش میگن خورما کشمشی کوچولوی ریز نقلی من بسته 170 تومن گرفتم حالا اگر کسی خواست از فروشگاه همین منجیل آورده بود آره اون دفعه گرفتم خیلی خوب بود باز گرفتم کم فیله مرغ و سعید نهار گفت من نمیام فیله مرغ و مواد زدم اینجا گذاشتم طعم برداره میخوام براشون کباب سیخی درست کنم تو تابه با پلو خوشمزه به به حالا فعلا یه مادر دختری یه چای بخوریم یه غوره ای مامان کمک کنه به من نه دیگه غوره کار خودته من میخوام سیب بخورم اون دفعه که کتلت درست کردیم فیلم گرفتی دیگه درسته؟ کتلت چی؟ کتلت درست کردیم رشت بودیم نه فیلم نگرفت من اومدم رنده کنم به مامان گفت بس نظر درست کردیم کتلت رو خوردیم سوزو سوپم زنی فکرم بلند سو به مامان گفتم کتلت خوشمزه بود گفتش آره دیگه گفت که چرا؟ گفتم چون دستای منم باش رنده شد بسیم زمینی و مفیاد از دست این بچه ها من قبلا با خوشه یعنی همینطوری فریز میکردم بعد این خوشه ها میمونه داخل فریز خشک میشه بعدا باعث میشه اونگار غوره ها خشکتر بشه ولی دون کرده بهتر میمونه ولی مادر شوهرم میگه دون میکنه توی آب نمک نگه میداره غوره رو میریزه داخل آب نمک اونم خیلی خوشمزه میشه خانومی خاطر سیب میخوری؟ نه یه صورت ماه داره یا آهنگ رو دیدین میشنبین هی تو ذهنتون تکرار میشه و الان بر همین معضل برام پیش اومده معضل زیاد بزرگی نیست من خودم یه آهنگی که دوست دارم و یه آهنگی از دلم میشینه خوشم میاد یه دفعه بنظرم جالبه کلا میزنم فقط اون پخش بشه مامان الان هیچ وقت همون متن نمیتونه حفظ کنه بعد میدونی چیه فقط دوست دارم مثلا گوش کنم توجه نمی کنم چی میگه مثلا تو ماشین من آهنگ میذارم مامان همین اگه یکی رانندگی میکنه شما مثلا احساس نمی کنی مثلا میبینی داره مثلا با 120 میره ولی خب شما احساس میکنی داری با دنده یک میری هنوز جلو اونقدر که نرم با من رانندگی میکنه که از
پوینت های مثبت. من وقتی بچه ها مثلا با هم هستم تمام حواسم رو میذارم برای رانندگی، چون بالاخره اتفاق یک لحظه پیش میاد، حالا بعض وقتا نفاسه پیش میاد نمیشه بگی، ولی خب سعی میکنم که تا جایی که میتونم، چون مثلا بچه ها رو من میبرم رش میارم، سعی میکنم که مثلا موقع رانندگی مثلا زیاد اینجوری نیستش که توی جاده مثلا اتوبان میفتم مثلا گوشی دست اینا نمیگیرم، یا مثلا میخوام فیلم برداری اینجوری بکنم عکس بگیرم اصلا. یا آهنگ با صدای بلند گوش بدم. دیدی توی اینستا یه دونه چیز دیدم فیلمی خواهش که شما وقتی میخوای دنده عقب برید صدای آهنگ اول، یا دنده عقب برید یا مثلا جای پارک دنبال جای پارک میگردید صدای آهنگتون اول قطع میکنید. صدای آهنگی میدونی چیه؟ در واقع تمرکز آدم رو کم میکنه، وگرنه تأثیری توی پارک کردن یا دنده عقب رفتن یا نداره، ولی چون مثلا صدا بلنده آدم تمرکز بخواد این کم میکنه که تمرکزش بیشتر باشه که بتونه بهتر مثلا اون پارک کنه یا جا پیدا کنه. اینطوری ولی باید مامان رو چیز کنیم که بتونه الان یه آهنگ رو حفظ کنیم. حلوا میخوری یا خورما؟ حلوا. مرسی. خوش که برخواهم چای نمیختم. چرا؟ چون امروز صبحونه نخوردم و دیگه گفتم هیچ سیب بخورم. دفعه چایی خب من فیله ها رو همیشه میدونین که همیشه میخوام تمدار کنم توی آب و با نمک فلفل زردچوبه آب لیمو پیاز اینا میزنم، چون فیله ها رو داشتم میخواستم همین رو استفاده کنم. اینجوری قشنگ به خورد تمام مرغ میره. خب. از این سیخا که داخل تابه باید جا بشه ارتفاعش، از سیخ چوبی هم میشه استفاده کرد. قیچیش کنین همون سیخ چوبی رو میتونین. آره. میشینم تو تابه بعد روش کره و زعفرون بازم میزنم. خب منو گذاشتم روی حرارت، پلو هم یکم گذاشتم، پلو زیاد نذاشتم چون دیگه سعید نیست، فهم یکم باشه که تموم بشه برای شب بخواد واوشکا درست کنیم، فهم پلو الکی دیگه نمونه. برنجمون کته، اینم که روغن و زعفرون میزنم روی فیله ها. آخر سرم بهش کره میزنم، خیلی خوشمزه میشه. شکم میکنم آروم آروم هم بپزه هم قشنگ سرخ بشه. خب آبش که جمع شد
زیر رو میکنم، اون طرفش هم زعفرون مالی میکنم. حالا این برک زعفرونیه قشنگ خوش رنگ تر سرخ بشه. دوباره این سمت هم زعفرون میزنم، یه کوچولو کرم انداختم که قشنگ بره تو خوردش خوش مزهش بکنه، قشنگ مزه جوجه کباب رو بگیره. این گوجه ها هم به سیخ کشیدم. در واقع باید برای کنایه از این گوجه های گیلاسی باشه که من نداشتم. گوجه هم خیلی درشت بود، بعد اینطوری بچه ها دیگه گوجه نمی کنن، فقط برای کنارش یه گوجه رو خورد کردم و اونجوری زدم به سیخ. روش کم کم کردم دیگه آمادش. اینم از جوجه کباب تابی. خب گوجه‌مونم بذاریم. برنجمونم تقریبا آماده. اینم از نهار. خب نهار ما حاضره، کار ما همه رو انجام دادم، لباس ها رو جابجا کردم، ظرف ها رو جابجا کردم، سمام قوره ها رو همطور که میبینید همه رو قشنگ دون کرد، دیگه رفته یه ذره خستگی در رو کنه. بعدش دوباره گفتم بیاد بشینه توی داخل این زیپلک ها بریزه و بذاریم داخل فریزر. دیگه منم برم یکم یه ذره بازم بالا کار دارم، کارمو انجام بدم و حاضر بشم دوباره برم دنبال صدر رو بیارم از مهد کودک که با هم دیگه نهار بخوریم. جای سعید خالی، جای شما واقعا خالی. گشنته؟ خب بچه‌ها دیگه صدر رو الان غذا میارم. بیشین خسته نباشی آقا. الان بهت میده. چه نرفته تو تر؟ ها؟ چی؟ چی ماما؟ چی میگی؟ میگم چرا نرفته زعفرونه؟ همیشه میرفت تو تر، این دفعه چرا نرفته تو تر؟ تو تر؟ اینو؟ اینو تو تر میمیره؟ آی خدا آسنده اینجور میخونی؟ کباب. کباب دوست داری؟ آره. آسنده اینجور میدی؟ آسنده اینجور میدی؟ آره. ایچیه بیاز؟ سما جان ایچیه؟ بابا سعید پیاز آورده. او خواهی بودت برن که میدونی بابا سعید پیاز دوست داره. بابا سعید میخواد بیاز بخوره. آره بابا سعید نهار نمیاد ماما. سکو بابا سعید میام نهار بخوره. با اول بابا سعید گفتش که من کار دارم. خب بعدا شما نهار بخورین، من دیرتر میام. ماما سعیده ایجون سعیده ایجون میخوری. خب جاتون حسابی خالی. اینم از جوجه سیخی داخل تابه. اینم از صدر و گلی. بهش میگم بخوره، میگه نبذار سمان جان بیاد. قربون محبته. من که اون روغن و زعفرونه که به جوجه ها زده بودم مونده بود و از وسط این پلوکته ریختم بره زیرش، ولی خب چون
دیگه حوصله نکردم برنجو بریزم بیرون، همیشه مثلا قابلمه رو عوض میکنم و زیرشو زعفرانی میکنم، ولی دیگه جابجا نکردم، همون ریختم وسطش، اومده دو رنگ شده ولی بامزه شده. یه کت هست دیگه، جاتون حسابی خالی. آره بیا، خوب شده؟ بده بخورم. من این برای صدرا. پلو پلوم بزن. اینم پلو. خواهش میکنم. دوه. نه خوبه. ای اشکال نداره. وای واقعا که من عاشق شدم، خیلی خوشمزه است. خیلی باحاله. میشه جان. گوجه ها خیلی باحال شده، خیلی خوشمزه است. مگه نه آقا صدرا؟ قربون اون نگاه. بفرمایید. تو جامونه از سیخ در میاریم. سماز دست در نکنه بابا جان. دست نکنی چی؟ دست نکنی نوشه جان. گشنت بود؟ از مهدی کودک اومده بود، حسابی گشتش بود. خب برو تلویزیون نگاه کن. برو بسرم سمو جان. سیر شدی؟ آره عالی بود، خیلی خوب بود. نوشه جان. قدرا ساعت چنده مامان؟ سر چهار. سر چهاره؟ نه هنوز چهار نشده. نه سر چهار. ساعت کی بعد خریده؟ شادی. شادی؟ خاله. خاله شادی. خاله شادی. توش چیه؟ اینا چیه این تو؟ اینا چیه؟ ویتامیس. یه بار دیگه بگو. ویتامیس. اسمارتیس. ویتامیس. دوباره بگو. استارمیس. استارمیس؟ آره. اس بگو. اس تارمیس. نه بگی اس استار. من یادم رفت. اس مار تیس. تیس اسمار تیس. استارمیس. استارمیس نکن صورت درد میکشم. کلاه گذاشتم. سما جان کو؟ سما جان داره فیلم نگاه میکنه. فیلم نگاه میکنه؟ آره. بابا سعید نیومد. سما جان نه بابا سعید. باش. خب اینم از آشپزخونه تمیز. ظرفا همه شسته. سعیدم اومده چایی بذارم گرم شه با هم بخوریم. خب من الان دیگه میخوام یکم استراحت کنم، چایی بخورم، بعدش دوباره میخوام فیلم آموزش حلوا، البته حلوای رولتی که بهتون نشون دادم، اونو ادیت کنم، شالا تو کانال دوم براتون آپلودش کنم. امشب حالا اگر فرصت شد نت خوب بود براتون میذارم. یعنی ولی فکر میکنم من دیگه این ویدیو رو شما میبینید، من ویدیو رو فردا آپلود میکنم، ولی اگر بشه امشب فیلم رولت حلو رولتی رو براتون میذارم. خلاصه در نهایت یا امروز یا فردا شما ببینید دیگه. کانال دوم هم که دیگه لینکش رو براتون داخل کامنت ها میذارم که برید ویدیو رو ببینید. آره؟ چتت خراب شده که؟ نه چتت نه خراب شده، خطرناکه. نوشه.